خب این مطالب رو خوندیم خدمتتون. آدم ها در دین یک راهی به تعالی جستجو میکنن. هیچ کس نمیره دیندار بشه بگه آدم کشی بکنه یا خدا نکرده دزدی بکنه یا تجاوز بکنه، چون این دین قاعدتا بایستی راهی برای گسترش بعد معنوی ذهن انسان باشد و انسان به لحاظ روحی نیازمند چنین تعالی هست. تعالی و تکامل یعنی کاملترین قضایا رو و تعالی رو آدم از راه دین معمولا جستجو میکنه. حالا هرچه مردم یک جامعه اینها خودشون متعالی تر باشن، از دین قضایای متعالی تری میسازند و هرچه فرومایه تر باشن خدا اینا کرده، دینشون هم حتما فرومایه خواهد بود. بنابراین از سبب که به این دلیل است که مردم ایران به واسطه اینکه مردمان خوبی بودند، ایرانیان انسانهای خوبی بودند همیشه، اینو من حالا به تعصب عرض میکنم چون ایرانی هستی، نه، از ابتدای آمدن این قوم به این سرزمین سوابقشون رو نگاه میکنیم، نگاهشون به جهان، خداشناسیشون چه خداشناسی بود، زرتشت چه میگو. شما هرگز شنیدین که زرتشت تحمیل کرده باشه یا ادعا کرده باشه که هر کس که به حرفای من گوش نکنه میره باید به جهنم فلانش میکنن؟ هرگز. یک فیلسوف شاعر و یک انسان راستین بوده زرتشت، نشنیدید که توطئه کرده برای قتل کسی. سابقه ما خیلی درخشان بوده مردم ایران، پیش از اینکه بیان به این فلات ایران دوری از مدنیت داشتن که این دوره جمشیدی است. در شاهنامه نگاه کنید میگوید در روزگار جمشید است که آهن پیدا شد، در روزگار جمشید است که کشتن و رشتن و نمیدونم لباس دوختن و اینها شد. یه دوره دراز مدتی از حیات تاریخی اجداد ما بوده، مردمان اصولا رقیق القلب و اهل تفکر معنوی بودن ایرانی ها. بنابراین وقتی هم که این داستان با ضرب شمشیر اومد تحمیل شد، گروهی هم رفتن، خودشون رفتن، بماند نارضایی ها بود. 300-400 سال بود که این آخوندهای زرتشتی هم واقعا کار فساد رو به منتهای درجه رسانده بودن. اینها بهترین ها رو از ذهن خود ساختن و بعد این دین افزودند. آدم های بزرگی از بین ایرانیان، به مفسران بزرگ، محدثان بزرگ، عرفای بزرگ، که البته عرفان یک نوع پروتستانتیسم از کنم ایرانی بوده در رویارویی با این خشکی، اما بعد معنوی بسیار وسیعی گشوده اینها. اما این دلیل اون نبود که این ابعاد تحمیلش و این گرفتاری هایی که ما میخونیم در این کتاب ها، اینا بود، سر جاش بود، با بزرگواری ندیده گرفتند. و این دین شکل ذهنیت ایرانی گرفت در ایران. و هرگز بر قدرت نبود، هرگز بر قدرت نبود. و امروز که بر قدرت هست و لازمه قدرت فساد و تحمیل هست و لازمه زورگویی، آدم کشی و جنایت هست، چسبیدن به اون بودش، زنده کردن این ابعاد رو، کشتن سلام ابن عبدالحق عیقه، کشتن همین آقا سلام ابن مشکم که خدمتون خونه، بسیاری دیگر. تروری یعنی این کار کاملا کلاسیک کار تروریستی است. اگه این تروریستی نیست چیست؟ شما به من بگوین چیست؟ نصف شب برادری رو بفرستی موه برادرش رو بکشه به دیگران بگوید دهید و بعد دعا بشه در حقشون، یعنی کار خوبی کردی، خوشحال خندان رفتن خدا از ما شاد شد، الله مدینه، رفتیم برادرمون رو کشتیم، الله از ما شاد شد. امروز هم همین کار میکنه. حالا مقصود ما از همین حرفا چیست؟ مقصود این هست که نمیشه و دین در حکومت باشه. در میان همه این کسانی که ما به نام پیغمبر رو میشناسیم، این مسیح یک چهره درخشانی است. 32 سال زندگی کرده،
نه جنگ کرده، نه چاقو کشیده، نه تجاوز کرده، نه دوروبر زنی بوده. تمام سخنانش هم بوی عشق و انسانیت و محبت و مداراست. اما همینا وقتی که تبدیل شد به دستگاه قدرت، یه قدرت جهنمی بود که از این بدتر از این. و در سیاهی و تاریکی و در ظلمت مطلق و حماقت محض این جامعه اروپا رو نگه داشتن تا اروپایی ها قیام کردن. آقا قیام کردن، فرستادنش کلیسا، تشریف ببرید آقا اونجا هر کار میکنید بکنید، قلب صلیب آویزان کنید و عرض کنند. دیدی همشون هم چقدر چاقن این کشیشا و میخورن خود مفت. کشیش لاغر کم میبینی؟ از سال 1960 تا 1990 که گندش در آمد 560 هزار تا بچه رو اینا تجاوز کرده بودن. پدر روحانی میخوام وصلت کنم به خدا، فاصل هم اینا. میگوین اولین روحانی اولین کلاهبرداری بود که به اولین احمق برخورد کرد. من از اون بالا اومدم. کدوم بالا اومدی؟ دلیلت چیه؟ هیچ دلیل نداره جز حماقت اون یکی دومی که باور میکنه. خب عرضه و تقاضاست. این که آخون میگوید که این علوم انسانی بسته بشه، میبینه تقاضا کم میشه، باید این مردم در جهالت باشن تا تقاضا برای خرافات و موهومات باشه. همه چیز موهوم موهوم با موهوم میفتشن. این از یه موهوم میترسنن به یک موهوم عرض میکنن که دلخوش میکنن. موهوم فشار قبر و گوز نکیر رو نمیدونم چماغ منکر وحشه میدونم و تمت اصل مصطفى. چرا خودش این خود چرا آخونده خودش معتقد نیستن به این داستان؟ بنابراین مسئله اینها همون مسئله کرم شبتاب هست و ظلمت. اون ظلمت جهالت مردم هست. اینا که علمی ندارن، که هیچ علمی آخوند نداشته هرگز، هیچ کار برای انسانیت نکرده آخوند، هیچ آخوند هیچ کار برای هیچ کس انجام نداده. جز این که گفته است بر مصائب صبر کنید. خب هر آدم این چاره که نداشته باشه خب صبر میکنه. خدا نشناسترین آدم های دونه همی آخونده هستن هموطن. اونی آخونده خداشناس هستن. اصلا خداشناسی اینها توهین به خداست. خب ساما جان خطا رو میتونیم باز کنیم، صدایی که دو هموطن رو هم بشنویم. هموطنی پرسیدن که قلات به چه معنی؟ قلات عرض کنم یک جمع مکسری است در زبان عربی، جمع قالی، یعنی کسی که بسیار قلوب می کند. جمع مکسره، مثل قضات جمع قاضی، قلات جمع قالی. به غین این قلات شیعه شنیدید؟ قلات شیعه یعنی کسانی که بسیار قلوب می کند در حق علی ابن ابی طالب، که او نمیدونم چه بود و صدا شروع شد از یک مرد یهودی که رعد و برق صدای شلاق علیست و از این حرفا. پرده بردار و مبسند به خود ننگ خدایی، از جمع زوغم و زغربا. دو دقیقه وقت بسیار همه خط هامونم اشغال شد. بفرما قربان، درود بر شما. سلام عرض میکنم. سلام بر شما قربان. روزتون بخیر. با استاد مشیری صحبت کنم؟ بنده مشیری هستم، صداتونم پخش میشه، بفرمه قربان. آقای مشیری بی نهایت سپاسگزارم از زحماتتون، از روشنگریتون که تازه ما حالا تازه داریم بیدار میشیم واقعا. خواهش میکنم عزیزم، لطف میکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم. محبت کنین این فیلمی که میگن تو ایران نشون دادن از کهریزد که اون این سرنشتر تشتکی اومد گفت که جمتری، گفت که نه اصلا همچی چیزی وجود نداشت و که هر چیزی در کار نیست. اینو به نوبت اگر شما
در صحبتاتون کوتاه کوتاه نشون بدین. لااقل اینایی که در آمریکا خودشونو به خواب زدن و نمیخوان هرگز بیدار بشن ببینن که واقعیت چیه، شاید بیدار شن. ممنونم از شما، متشکرم از شما. خوشحال میکنم، بازم سپاسگزارم. درود بر شما. زنده باشین. خدا نگهدارتون. قربونتون برم. خداحافظ شما. عرض شود که بله در کهریزک همه میدونن چه شد. در سالهای 61 62 67 68 از اینقدر تجاوز کردن، اینقدر کشتن و اینقدر به دار کشیدن که خودشون خسته شد. حالا یک آخوندی پیدا شده مثل که یه اپسیلون شرفی داره این کروبی. دوستی دیشب به خنده میگفتن این میگوین غیرت لوریشه، ایستاده و عرض کنم که عقب نشینی نکرده و شنیدم موسوی هم هنوز عقب نشینی نکرده و هستن اینا فعلا در صحنه هستن. خدا پدر این یه آخوند رو بیامرزه. من نمیدونم همه این حجت الاسلام و آخوندها که تعدادشون از ریگای بیابان بیشتر هست، من نمیفهم یه جامعه چند تا آخوند میخواد، چند تا رهبر معنوی لازم دارن. سنفن آقا اینا، سنف شو بیاریم مثلا سنف لوله کشار رو بیاریم ببین چند نفره. بیچاره لوله میکشن باعث آبادی هستن. سنف ببین چند تا آخوند داخل لازم هست برای جامعه. کی خرج اینا رو داره میده؟ با یه آخوند 50 60 ساله بشینید صحبت کنید، به دستاش نگاه کنید ببین این چیکار کرده این برای این جامعه. آخوند تشتکی، سردار تشتکی، ببین اینا از چه سوابق فامیلی میان، ببین چه اسمی رو خودشون گذاشتن، تشتکی و مشتکی و نمیدونم تپه خور و بیل به دست و گدا علی زیاد بخش. داره گفت فلان فلان شده، تو چه گدا علی هستی که زیادم بخشیدی؟ با قول من زیاد بخشیدم گدا شدم. اسمشون شما ببینی؟ یکی بود حجت الاسلام فاکر، یه اسمایی که والله ما تو ایران ندیده بودیم، نه از این شکل آدم ها دیده بودیم. نمیدونم اینا کجا در اومدن، نکنه یه زمین لرزه شده از ترک خورده زمین اینا اومدن بیرون این جنایتکارا. تشتکی حتما یه تشتی دو سرش بوده زمان قدیم که میخواستن شناسنامه بدن. یک نامه هم در سابقه خانوادگی ما هست که به پدر من نامه نوشتن که خیلی نامه های هم مهردار قدیمی اینا که شما به مردم چیز بدین همون شناسنامه، و الحمدلله تمام نامه هایی که دادن زیبا بوده، اما دست همون آقای بود که پشت میز نشسته بود. یه تشتی دست میگفت بذاش تشتکی، بیل به دست میگفت بگو علی علی بیل به دست، تشتکی هم شد فامیل. خب متاسفم که وقت ما تمام شده، همه تمام روی خط هستن و نمیتوانیم باشون صحبت بکنیم. برنامه آینده رو دیگر در این استودیو نخواهیم بود. از دالاس تگزاس خدمتتون اجرا خواهیم کرد، با سپاس از سامان که در این روز تعطیل لیبر دی، روز کار، آمدن و زحمت میکشن. سپاسگزارم از شما بزرگواران در سر تا سر گیتی، همزبانان عزیز سر تا سر گیتی، سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.